سلام، من فراز هستم و اینجا پارسی تیوی. این بار به ماجرای بازگشت شهرام شب‌پره به ایران و مصاحبه جنجالی این خواننده قدیمی میپردازیم. اما قبل از هر چیز، در این قسمت زیر همین ویدیو عضو کانال ما بشید و برای اطلاع از آخرین ویدیوهای ما روی زنگوله کلیک کنید. بعد از اون که سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور منتخب، در اولین نشست رسانه‌ای خودش تأکید کرد که شرایط بازگشت ایرانیان خارج از کشور باید تسهیل بشه، محمد معتمدی، خواننده مشهور کشورمون، با انتشار ویدیویی از شهرام شب‌پره که در اون از آرزوی بازگشت به ایران سخن میگفت، خواستار تسهیل در بازگشت این خواننده پیشکسوت شد. محمد معتمدی ویدیویی از سخنان شهرام شب‌پره رو بدون توضیح خاصی منتشر کرد و تنها به جمله به امید اقدام لازم اکتفا کرد. خواننده مشهور آهنگ پریا در این ویدیو میگه اگه به اون اجازه بدن به ایران برگرده و مشغول یک کار حتی غیر از خوانندگی هم بشه، به کشورش برمیگرده. در واکنش به درخواست محمد معتمدی برای فراهم کردن مقدمات بازگشت شهرام شب‌پره، برخی از هنرمندان کامنت هایی رو منتشر کردن. از جمله لیندا کیانی که نوشته ای جان، منم قلبم لرزید این ویدیو رو دیدم. برخی از کاربران هم به سرنوشت حبیب بعد از بازگشتش به ایران اشاره کردند و نوشتند اگه قرار شهرام شب‌پره به کشور برگرده و بعد از مدتی به خاطر بی‌توجهی‌ها دق کنه، همون بهتر که نیاد. شهرام شب‌پره از جمله خواننده‌های مردمی بود که با آهنگ‌های شاد همیشه خاطرات خوبی رو برای مردم رقم زده. اون که با حواشی درخواست حضورش در ایران به صورت ویدیویی و آرزوش برای برگشت رو بیان کرده بود، حالا در آخرین کنسرت خودش حرفایی که در این کنسرت زد شایعه حضورش در ایران رو تقویت کرد. شهرام شب‌پره متولد 17 بهمن 1326 در تهران خواننده است و در بیمارستانی در برجاوند تهران به دنیا آمد و در محله تهران نو بزرگ شد و در دبیرستان خامنه‌ای پور دیپلم گرفت. بسیاری شهرام شب‌پره رو بعد از ویگن مرد اول موسیقی پاپ ایران می‌دونستن. ایشون تو خانواده فرهنگی و موسیقی دوست رشد کرد و پدرش محمد که افسر ارتش بود در فراغت خودش سنتور می‌نواخت و مادر وی فروغ‌الزمان که مدیر و معلم دبیرستان بود در فراغت خودش تار می‌نواخت. برادر و خواهر شهرام همه موسیقی رو به صورت حرفه‌ای پیگیری کردند. شهبال خالق و حامی گروه بلکت کلارینت می‌نواخت و شهنام که در تگزاس زندگی می‌کنه گیتار رو به صورت حرفه‌ای می‌نوازه. شهناز خواهر شهرام هم از کنسرواتوار معتبر موزیک وین اتریش در پیانو فارغ التحصیل شد. شهرام شب‌پره سال هاست با زنی به نام نسترن ازدواج کرده و یه دختر داره. از 13 سالگی درام یا تنبک می نواخت و سپس در 16 سالگی در تابستان 1343 کار حرفه‌ای خودش رو در هتل مجلل قو در شمال ایران با بازسازی و اجرای کاری از گروه بیتل‌ها به سبک پاپ ایرانی آغاز کرد. در سن 17 سالگی گروه شورشیان رو به همراه ابراهیم حامدی، معروف به ابی و سیاوش قمیشی، تشکیل داد و بعدها هر سه نفر جداگانه به فعالیت خودشون ادامه دادن. شهرام قبل از انقلاب از ایران مهاجرت کرد و در لس‌آنجلس اقامت گزید و تاکنون بیش از 20 آلبوم موفق و محبوب اکثراً در موسیقی پاپ از آثار خودش منتشر کرده. او هم اکنون در لس‌آنجلس زندگی میکنه و این خواننده خارج از کشور گفته که آقای قمیشی کلاه برداره و برای شعور و احساسات مردم ارزش قائل نیست و تنها به دنبال راهیه که درآمد بیشتری از قراردادهاش به جیب بزنه. به ابراز داشت که آقای قمیشی در کنسرتهاش زنده نمیخونه و روی آهنگ ها لب میزنه. همچنین قمیشی رو انسان مادی و بی‌محبتی خوند که خیرش حتی به پسر خودش هم نمیرسه. در یکی از کنسرت‌های اون در 11 فروردین 1396 در مالزی، چند مهاجم ایرانی در روی سن کنسرت به وی حمله کردند که شب‌پره به دلیل مجروحیت در این حمله بستری شد.
او دچار شکستگی سر و استخوان شده بود. این خواننده و ترانه سرا تجربه حضور در سینمای ایران قبل از انقلاب رو هم داره. او به عنوان بازیگر در 5 فیلم سینمایی ایفای نقش کرده و تاکنون با خوانندگانی همچون گوگوش، لیلا فروهر، شهرام سولتی و ناهید همکاری داشته و علاوه بر ارائه آلبوم هایی خواننده هایی رو نیز شناسایی و به موسیقی پاپ ایران معرفی کرده. در تیر ماه سال 94 طی مصاحبه شبخیز با این خواننده قدیمی که از شبکه ITN پخش شد، شهرام شبپره نسبت به موضوع کلاهبرداری شخصی به نام یاشار که توسط خبرگزاری های ایران به اون ربط داده شده بود اعتراض کرد. ایشون گفته که با اعتماد به پدرزن یاشار، امیر احتشامزاده که از پیشکسوتان پینگ پونگ ایران و از دوستان قدیمی شهرام شبپر است، برای خرید خونه در آلانیا به یاشار اعتماد کرده. این رویداد بعد از اتهام‌های بدون مدرکی بود که خبرگزاری‌های ایران با عنوان شراکت در کلاهبرداری‌ها به شهرام شبپره وارد کرده بودند. اما ویدیویی از شهرام شبپره خواننده لس‌آنجلسی منتشر شد که در گفتگویی در یک برنامه تلویزیونی برای بازگشت به ایران اعلام آمادگی کرده. شهرام شبپره چند وقت پیش مهمان برنامه پلیتیک بود. صحبتهایی رو عنوان کرد که شاید با حرفای یک سال پیش خودش زمین تا آسمون فرق میکرد. بعد از صحبتها درباره بازگشت شادمهر عقیلی به ایران، حالا نوبت شهرام شبپره شده. خوانندگانی نظیر پیروز و ناهید و همچنین اندی و کوروس در لس آنجلس پس از آشنایی با شهرام شبپره تونستند با تکیه بر توانایی‌های خودشون رشد کنند و شناخته بشن. در ضمن ابراهیم حامدی یا ابی هم در پی ملاقات اتفاقی با شهرام شبپره در هتل هیلتون، استقلال فعلی و آشنایی با او تونست همکاری خودش رو با شهرام شبپره و گروه مشهور بلک کتس آغاز کنه. در واقع این آشنایی نقطه پرشی برای موفقیت‌های بیشتر ابی محسوب می‌شد. اما چندی پیش شهرام شبپره در مصاحبه‌ای که با شبکه ماهواره‌ای داشت در خصوص سوال مجری که اگه به شما بگن برگرد ایران و در ورزشگاه آزادی اجرایی کنسرت داشته باش، حاضری برگردی ایران؟ ایشون در جواب گفت 100%، ولی بعداً به شرط اینکه دارم نزنن. معلومه که میرم، آرزومه، اصلا برای خوندن هم نه. ببینید به من اجازه بدن کتبی که دادن، من برم اونجا تو خونم و کشورم یه کار دیگه بکنم. بابا خوانندگی نخواستیم. بله که میرم، آرزومه که ایرانو ببینم. من هنوز پاسپورت ایرانی رو دارم و تمام مدارک ورود و خروج از کشور و مدارک ازدواجم تو ایران و همه رو دارم، ولی من دلم میخواد جوری بشه که برم تو ایران بخونم و کار کنم. من از اون خواننده هایی نبودم که کار کردم پول در آوردم. من هنوز خونه ندارم خودم و ناراحت هم نیستم و از پولم لذت بردم و از زندگیم لذت بردم. دوستان عزیز، ممنونیم که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید. اگر میخواید از آخرین ویدیوهای ما باخبر بشید، ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید. تا برنامه بعد، خدا نگهدارتون.